سونی های تندرو از 140 کشور برای داعش در عراق جنگیدند. ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق در نشست دیپلماتیک لندن گفت اتباع 140 کشور جهان برای داعش در عراق جنگیدند. وی در نشست اندیشکده شورای دیپلماتیک جهانی با عنوان نخستین نشست دیپلماتیک لندن در دانشگاه ریجنس این شهر گفت تروریسم پدیدگی جهانی است که دین و ملیت ندارد و به همین دلیل در کنار جانفشانی مردم ارتش پیشمرگه های کرد پلیس و نیروهای ضد تروریسم در عراق بسیاری از نهادها کشورهای دوست عراق به عراقی ها کمک کردند تا داعش نابود شود وزیر خارجه عراق با اشاره به سونیهای های تندرو گفت این عناصر تروریستی از کشورهای آمریکایی، اروپایی، شرق آسیا حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورها به عراق وارد شده بودند و برای داعش که سه استان بزرگ و حدود یک چهارم خاک عراق را در دست داشت میجنگیدند. به گفته وزیر خارجه عراق نبرد با داعش جنگ جهانی محسوب می شود زیرا گویی برای نخستین بار همه جهانیان تلاش می کردند تا یک سازمان تروریستی را نابود کنند که می تواند الگویی برای رفع دیگر مشکلات کره زمین منظور شود وزیر خارجه عراق اظهار کرد اروپایی ها پس از پایان جنگ جهانی دوم سازمان هایی همچون ناتو و بازار مشترک را به راه انداختند و با اینکه اختلافات اساسی با یکدیگر داشتند با تمرکز بر مشترکاتی همچون نیاز به امنیت و بهبود اقتصادی توانستند صلح را به آن قاره بازگردانند و کشورهای خاورمیانه نیز باید به فکر اعتلافها ها و اقدامات مشترک باشند و با راه نهادهای منطقه‌ای به تقویت صلح در خاورمیانه کمک کنند. جعفری در پاسخ به پرسشی درباره نیروهای مردمی هشت و شبی گفت در همه کشورها در زمان حمله نیروهای خارجی و اشغال بخشهایی از کشور نیروهای مردمی به مقاومت برخواسته و از کشورشان دفاع کردند. وی افزود این نیروها در مبارزه با داعش کارایی بالایی داشتند و با تصویب مجلس نقش و ماموریت هشد شبی به عنوان بخشی از ارتش ملی عراق مورد پذیرش جامعه عراق است وزیر خارجه عراق ادامه داد رسانه های غربی همان گونه که درباره حملات تروریستی داعش تلاش می کردند آن را تنها جنگی فرقه نمایش دهند درباره تکثر گرایی موجود در عراق و نقش هشت و شبی نیز گزارش های درست منتشر نمی کنند